بینندگان عزیز تلویزیون رایگانگر، سلام و درود بر شما. امروز چهارشنبه هفتم شهریور 97 برابر با 29 آگوست 2018، من داریوش ارجمندی به اتفاق همکارانم برنامه امروز تلویزیون رایگانگر رو تقدیم حضورتون میکنیم که شامل دو بخش خواهد بود. رفیقم ارژنگ بامشاد طبق معمول چهارشنبه ها مروری خواهد داشت بر مهمترین رویدادهای سیاسی کشورمون و همچنین گفتگوی امیر جواهری رو با رفیقمون یوسف اردلان، کارشناس و آگاه به امور کردستان و منطقه رو خواهید شنید در ارتباط با سانحه دردناک مرگ 4 فعال محیط زیست در جریان آتش‌سوزی جنگل‌ها در مریوان، با امید اینکه برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و همینطور سلام دارم به مهمان عزیز ما رفیق یوسف اردلان. یوسف اردلان از چهره‌های شناخته شده جنبش سوسیالیستی ایران و از چهره‌هایی که در مابعثه‌های مربوط به مسائل ملی ایران صاحب نظره در خطه کردستان ایران و همینطور در جغرافیای کشور ما. از زندانیان سیاسی سابق نظام پیشین که در انقلاب بهمن به میان مردم اومد و در طول این 14 همراه با مردم بوده و امروز به مسابقه خیلی عظیم فعالین سیاسی در زندگی تبعید سر میکنم. باید بگم که ما متاسفیم از اینکه هر بار شما رو به تلویزیون دعوت میکنیم پیامد یک حادثه تلخیه در جغرافیای کردستان. بار اول که مربوط به در واقع یه جوری بسته شدن بازار و اعتصاب عمومی مردم اونجا بوده، بار دوم در رابطه با حادثه تلخ تصادف بزرگ کامیون سرندج بوده و این بار با موضوع دهشتناک در میان آتش جنگل سوختند. محمد پژوهی و حکیم نیا و شریف باجور و احمد حسینزاده همون کهنه‌پوشی معروفه. از این چهره ها اون چهره که مربوط به پیوند با در واقع جنبش مشخصا محیط زیست و همینطور به پهنه رو در روی با جنبش اجتماعی و کارگری ایرانه شریف باجوره که رکاب زن بوده و اونطوری که از احوال رو برمیاد دغدغه بزرگ انسانی و شجاعت و رشادتش تو مقطعی که رضای شعبی در اعتصاب غذا بود اون نیز به اعتصاب غذا دست زد و از مریوان رکاب زد به تهران اومد در منزل رضای شعبی همراه روابه رضایی باش همراه شده. امروز قلب این انسان شریف در کنار یارانش از تپش ایستاده. یک بار دیگه به شما درود بفرستم و خوشحال میشم که نگاهتون رو در ارتباط با این حادثه تلخ با بینندگان تلویزیون راه کارگر در میون بگذارید. با درود به بینندگان عزیز و تشکر و سپاس از شما که هر چندی یاد از این پیرمرد بکنین و در خدمتتون اگر چیز قابل استفاده باشه عرضه بکنم. مطلبی که در خب کردستان روز به روز هر روز اتفاقی هست و میشه راجع به این مسائل که واقعا لاینقطع وجود داره، بعضیاش ولی دیگه حالت خاصی رو پیدا میکنه، مثل همین آتش سوزی پری روز مریوان و اتفاقی که افتاده، اتفاقی که شاید میشده نیفته. چون همونطوری که شما در معرفی آقای باجور جان باخته شریف باجور صحبت کردیم، این آدم ویژه‌ای بود، یعنی ویژگیش هم در انطباق حرفش و عملش بود. ادعای زیادی نداشت این آدم هیچ وقت، از کسایی که از نزدیک پیش نختنش
و ولی اون چیزی رو که میگفت انجامش هم میداد، معتقد بود، آدمی بود. همین خلاصه میکن به محیط زیست. متاسفانه الان اینقدر مفاهیم مسخ شدن که حتی نمیدونم وقتی راجع به آدم به سوسیالیسم صحبت میکنه یه جوریش میشه، چون اینقدر مسخش کردن که آدم حتی نمیتونه ازش صحبت بکنه. همین خود محیط زیست سالم خوش بزرگترین در واقع شعار و پایه‌ای هستن. بدون محیط زیست نمیشه زندگی کرد، تا چرسه به کار کرد، بدون کار آزادی داشت و چی و چی و چی. و این آدمی بود که به این محیط زیست، به این به آزادی در محیط زیست سالم معتقد بود. من از یکی از کاراش، حالا واقعا مهم بود که برای پشتیبانی و همدردی با رضا شهابی 630 کیلومتر رو رکاب میزنه اعتصاب قضا، اونم با اعتصاب قضا و خودشو میرسونه تر. خب اما یک حالت دیگه ای، وقتی که مثل همه شهرهای دیگه ایران شروع میکنن عوض این که مسئله سگهای بلگرد رو حل بکنن، شروع میکنن به کشتن سگها. و این سگی رو که 8 تا 9 تا بچه داشت کشته بودن، تونست این 8 تا تور سگ رو رسانه ایش بکنه. این خیلی مسئله خوب جالبی بود. اون موقع من خیلی یه حالتی بهم داشت که این مرد تونست این تور سگ ها رو رسانه ای بکنه. یعنی اینقدر همت داشت و اینقدر کار داشت. یا در همدردی با کولبرا، از باز هم از مریوان تا سلاس و باهرجانی رکاب میزنه، راه میره. در مخصوصا تو مسئله زلزله‌ای که پیش اومد، این چهره‌ای بود اصلا. تعریف میکنم کسایی بودن حضورن در اونجا داشتن که میگن وقتی که این اومد و در واقع سرپرستی تقسیم و سازماندهی کمک ها رو گرفت، میگه هیچ کسی دیگه جای دیگه نمیرم. یعنی اما تمام اونای دیگه، حتی بالاخره این مداخله پارسا رو از این حرفا به قول من رو لنگ انداخته بودن. این شخصیتش این حالت رو داشت و دیروز دیدیم که این اتفاق برای روز این اتفاق افتاده. این آدمی بوده که در اطفای حریق خبره بوده، خودش یکی از خبرگان و دوتا دیگر جنگلبانان به همین ترتیب. و اما اون چیزی که یعنی به چشم میخوره در این استان و در این شهرستان، با وجود جنگل هایی که داره از بین میره و عوض این که ازش نگهداری بشه این شکل لاابالیگری درش هست، یک اطفاء حریق جنگل وجود نداره. این خیلی مهمه. درسته اینا به صورت داوطلب شروع میکنن و کار میکنن و جون میذارن، میبینیم که جان میذارن، ولی اون مسئله دیگه شما آخه این کارو کار این مدکی این دولت پس چی کار است و چی کار است این کارا رو میکنن؟ نمیدونم آگه یارو شورای شهر شورای فلانه و اینو چی کار میکنن؟ مطلقا خودشون از این مسئله میکشن کنار. و این نکته هایی که تو چشم میخوره و دیروز دیدیم که خب یه حادثه بود، ولی خب این حادثه دردناکی که اتفاقا مثلا میگن این در میون آتش گیر کردن، ولی به اعتباریم اینم چون شنیده است آدم نمیتونه دقیق یقین بذاره سرش، ولی میگن آتش گیر کردن و تقاضای هلیکوپتر شده که شکر خدا همه پاسگاه های پاسداران در اونجا هلیکوپتر دارن، ولی هیچ کسی هلیکوپتر برای اونجا نفرست. و باز هم در خبر بود، درست همین سوم هست که گویا خبر دادن که گویا عده‌ای یا گروهی پیشمرگ از اون منطقه عبور کردن و شروع کردن به اون منطقه رو توپ باران کردن. و این عوامل عواملیه برای در واقع آتش گرفتن این جنگل. یعنی جنگل آتش سوزی جنگل در تابستونا چیز غریبی نیست،
اما اون طوری که معلومه آتش سوزی پریشب خارق العاده بود، آتش سوزی معمولی نبود که همیشه تو همه جا جنگل که هست آتش سوزی تابستانه پیش میاد، اما خب نه اتباع حریقی هست نه اینکه کسی بتونه به اینا کمک بکنه که در این اتباع حریق، و بعدش هم حریقی که میاد در چند نقطه که به هم دیگه ربط نداشتن و یعنی از جای به جای سرایت نکرده و این خیلی غریبه در 4-5 نقطه در یک زمان آتش شروع بشه. این رو هم نکته ایه، چون از قبلش هم این پاسدارا کارهایی میکردن که من دفعه پیشم یادمه که این رو واقعا همیشه تو ذهنم هست، وقتی یک کولبه رو با مالش با قاتلی که داشته حدود 200 لیتر گازوئیل یا بنزین داشته، این حیوان بیچاره رو با بنزینش آتیش دادن و تو جنگل ول کردن. خب منطقه وسیعی رو با آتیش میکشه، اون کار پاسدارا، و این به خاطر همین بود شعارهایی که دیروز داده میشه این مهمه، یعنی این عکس العمل یه نکته رو نشون میده و اونم خصوصیتی بود از کردستان که کمتر شناخته میشه یا قبول نمیدونم چرا، که فضای کردستان فضایی که اسلام سیاسی برش حاکم نیست. این مشخصه کردستان و چپ میتونه حرف بزنه، این چیزی که کردستان رو جدا میکرد که میتونه چپ حرف بزنه و اسلام سیاسی برش حاکم نیست. این بعد میبینیم منطقه رو در بر میگیره جدا از تعریف جغرافیایی در بر بگیم تقسیمات کشوری، و در اینجا دیروز میبینیم علارغم این 40 سالی که واقعا پول خرج میکنه دولت برای پول دادن به همون نمیدونم که قدیم پیشمرگ کرد و مسلمان بودن و آدمشم از سلفی و از انواعشون که کمک میکنن بهشون که بتونن فضای سیاسی مسموم اسلامی رو به وجود بیارن، میبینیم که موفق نبودن. همون تظاهرات دیروز که چندین ده هزار نفره غریبه، خود انتظار این همه که واقعا خروشان بود، کلیپ هایی که نشون داده میشد خروشان بود و شعارهایی که داده میشد که پاسداران سرمایه در این کار به ذات تبهکار در این شریک هم سهیمن در اینجا، یا مثلا نانکار آزادی محیط سالم زیست. این خیلی جالبه، نانکار آزادی بود می تکاملی پیدا کرده کاملتر شده، نانکار آزادی محیط کامل زیست، به این محیط زیست سالم رو خیلی خیلی جالب بود بعدش. و یا شعارهایی که داده میشه به طور کلی شعارهای جالبی بودن که معمولا منو یاد همون دوران بعد از قیام بنداخت. همون جالبتر از نقطه اوجش در خاک سپاریش که با سرود و نوای قرنه این خاک سپاری انجام میشه و شعراش، اون سرود رو معمولا جانباختگان نبرد با حکومت رو با اون سرود دفن میکنن که ترجیح بندی داره که آتش نامیراست، آتش جاودان است و شما شعله آتشید. این ترجیح بند رو بسیار امیدوار کننده است. بعد از 40 سال و دار میگیم دو نسل رو به این ترتیب با آموزش هایی که دارن و با فشاری که هست و با موضوع‌گیری که میکنن، اما نتیجهش رو میبینیم و همه عکس های زمان کوچ مریوان رو با تظاهرات دیروز مقایسه میکردن که کاملا قابل قیاس هم بود. و این تصویری، یعنی یک کلیپی دیدم که این تجمع عظیم توده مردم راه رو بر امام جمعه اونجا بستن و نگذاشتن که او هم در صحنه خودی به نمایونه کنار اون نیروهایی که ازش یاد بردید. آیا این رو هم دریافت کردید شما این خبر رو؟ و
حالا این رو من برای یه عده‌ای که با دف میخواستم، چون در اصل دف یه وسیله عمومیه و عام هست، اما با وجود این نذاشته بودم که دفزنها، چون حکومت از این مسئله دفزنی هم استفاده کرده که متاسفانه در سنندجی که دو تا برنامه موافق هم انجام داده. یه وقت 1000 دف رو در خود شواباد رو انداخت، یکی هم همین پسفری روزا عید قربان بوده در میدان آزادی سنندج برنامه 1000 دف رو، حالا اگه خودی 1000 نباشه 500 تا باشه 300 تا باشه، و کسایی که با صدای دف و دف همگانی با هم دیگه ریتم میگیرن حالتی رو به وجود میاره در هر حال، و این رو نذاشتن که با دف برن بر سر مزارش. با شریف اشاره داشتیم تو هم پیامی رو که محمود بهشتی لنگرودی به این نقطه اشاره داشت که در زمانه حرافی های روشنفکرانه شریف در اعتراض به کشته شدن یک سگ و در دفاع از توله های سربرد بازی ها و توریسم سلسله کرمانشاه، شریف تا احماق زخم های پیرزنان سرپل و ازگله و سلاس با پای پیاده رفت و ماند و هرگز برنگشت تا یک سلفی از آوار و زلزله از خودش منتشر بکنه. اون ماند تا با مردم همراه بشه و صدای اونها باشه. واقعیت اینه که چنین انسانهایی که در پهنه رودرویی با بهسازی محیط در دفاع از همه مال اندیشی های شرف انسانی وامیستن و جانشون از دست میدن، هیچگاه به هیچگاه از بین نخواهند رفت و نامشون فراموش نخواهد شد. ما بایستی منتظر اون صحنه از آرایش آموزشی ما باشیم که نام این گونه آدم ها برای کودکان ما در کتاب های درسی بیاد و چهره های اینها آنی بسازن که واقعا بودن. نگاه شما چیه؟ ولی بیگمان من عرض کردم تو حرفا بودم واقعا همون به اصطلاح تصویری رو یا همون کاری رو که گفتم، 8 تا طول سنگ رو رسانه ای کرد. این خیلی خیلی مهم، خیلی مهم بود. یعنی واقعا تصویری که اون از اون طول سکا داد ده ها برابر از تمام تلاشی که برای نشون دادن فلان حرفای بگم روحانی و احمدی نژاد و اینا گسترش بیشتر بود و اثرش بیشتر. این خیلی مهم. یه پرسشی مطرح میشه رفیق یوسف، آیا این حاجی سوزی ها برای تغییر کاربری توی منطقه کردستان هم هست؟ چون همین آتش سوزی ها در خطه شمال ایران هست، همین آتش سوزی ها توی خرم‌آباد اونجا هم هست، تعمدن دیده شده که در واقع دست خود آدم های در واقع دولت و دستگاه برای تغییر کاربری. آیا این تو کردستان میشه گفت این رو؟ بله در مناطقی هست، البته مناطق مثلا گیلان که خودم یه وقتی گیلان کار میکردم، این سعی میکنن هم حتی یک وجب زمین رو گیلان فوری کارش بکنن که دستی بریده بشه، جای سوخته بشه و مخصوصا بعدا تبدیلش کنن به زمین و فوری خونهی بسازن و یا مزرعش بکنن از این حرفا. ولی در خیلی از مناطق جنگلی کردستان نمیشه مزرعش کرد، یعنی کوهستانی سنگلاخه و این درخچه ها جای برای مزرعه نیست، اما در هر صورت محصولاتی که میتونست داشته باشه و داره و اساسا محیط زیست اونجا به طور کلی پناهی میتونه باشه برای فرض کن کولبرا، برای مردم اصلا معمنیه چه به حالت به اصطلاح استفاده کردن چیز قبلا کمتر شده دیگه، واقعا نمونده از سقز و از گزنگبین و از محصولات دیگه که تقریبا در جاهای دیگه نیست و میشه از اون به اصطلاح منطقه گرفت، از اون بالاتر همین معمنیه برای محیط زیست اونجا. و شاید بگم اگر در مناطقی مثل همه جای دیگه بله عمدن آتیش میزنن که منطقه
رو بکنن که بعد یا خونه سازی بکنن یا مزرعه جاهایی که اینطوری باشه. ولی اما این آتش سوزی عمدی به این ترتیب فقط هدف امنیتی داره و این رو برای در واقع پاکسازی منطقه از اینکه هیچ عاملی به اصطلاح نمونه که کولبری احیانا کولی ببره، یعنی برای اونا ویران کردن کردستان یکی از اساسی ترین کارهایی که میخوان بکنن. این تا حالا کردن. برای ما از همین فرصت استفاده میکنیم به خانواده های این چهارتن، به مردم بزرگ کردستان، به مردم مریوان، به شما به عنوان جانبداران این مردم در پهنه رودرویی ها تأثیر عمیق خودمون رو میگیم و معتقدیم که در واقع جنبش های اجتماعی ایران و از جمله جنبش کارگری، مدافعان حقوق کارگران و سرمایه‌گذاران، مدافعان محیط زیست، از این گونه حوادث در عزا فرو نمیرن، بلکه از اونها سر پولی میسازن برای ماندگاری مبارزشون، برای دوام در مقابل دور هنگامی اونچه که شما ازش یاد کردید، حالا سپاهی، دولت بی‌لیاقتی، بی‌صلاحیتی حکومت مداران در منطقه و غیر ذلك. به شما از اینکه دعوت من رو قبول کردید، گفتگو با ما بودید، میخوام اینجا این قول از شما بگیرم رفیق یوسف، دیگه منتظر حوادث نباشیم. شما رو از شما این قول بگیرم که دعوت بکنم در یه میزگردی با رفقایی که مد نظر منه بر سر مسائل ملی با هم صحبت داشته باشیم. اون چه که شما در گذشته نوشتید در نقد نگاه دیگران امروز هم موضوعیت داره و جا داره که ما بر سر مصادیق مسائل ملی امروز امر باید مهمیه با هم بشینیم توی میزگردهایی و با هم صحبت بکنیم، از اندیشه های شما بهره بگیریم و نگاه شما رو در واقع پلی بزنیم با اون چه که به دشواری زندگی مردم در پهنه کردستان، به زندگی مردم در پهنه سیستان و بلوچستان، به زندگی مردم در پهنه ترکمن صحرا، به زندگی مردم در بین اعراب جنوب و ساکن ایران، به زندگی مردم در خطه بزرگ آذربایجان و کردستان گره میخوره. امیدوارم که اشتهاد من رو خیلی ممنون، با کمال میل، واقعا خیلی لطف میکنید و من با کمال میل در این زمینه اتفاقا نمیدونم، فکر میکنم حرفای برای گفتن دارم، من میشون گوه حرفا میزنم و کردم در گذشته در نقد نگاه آدم های معینی بوده و امروز هم از اعتبار برخورداره و میشه بر سر اون مصادیق. خیلی خیلی ممنون. تا همین وحدت و یکی شعارهایی که فریروز میدادن، دیروز میدادن، این که محیط زیست کارگر، اتحاد اتحاد. و من در یکی از تصاویر اگر اشتباه نکرده باشم، من حتی محمود صالحی رو دیدم، در یکی از عکس ها من این رو دیدم و خیلی جای خوشبختی بود. البته حتما برای دیرو، حتما از سنندج صرف شهر دیگه حتما رفت، حتما رو، یعنی خیلی ها رفتن و این در واقع این سنتی بود که در زمان قیام هم این کار میکردیم. در زمان قیام یادم یک روز تظاهراتی در بوکان بود، بوکان موقعه خیلی کوچیک بود که تعداد تظاهر کننده ها تقریبا با خود جمعیت شهر برابری میکرد و این کسایی بودن که از بانه، سنندج، سرقس، مآباد این رفته بودن به بوکان برای تظاهرات. این یه سنتی شده بود و هنوزم ادامه داره و این وحدت مبارزاتی رو واقعا دلگرم کننده است. امروز رضای شعبی و همسرش خانم ربابی رضایی هم پیام مشترکی دادن و اتفاقا به موضوعیت شریف در اون پیام مشترکشون اشاره داشتن و آوردن که شریف با قلب پاک و ذهن روشنش برای رسوندن صدای اعتراض یک کارگر در بند، خودش با حالت اعتصاب قضا اما افقی روشن و گرم از کردستان تا تهران را رکاب زد تا در منزل ما اعتصاب قضایش را تمام کند و اعلام کند که رضای شعبی به سایر کارگران و معلمان و فعالان زندانی آزاد شد. پیام ها در واقع مضمون واقعیت یک جنبش رو به رشد رو به اعتبار نشون میده. درسته که بایستی محمود صالحی هم اونجا باشه، رضای شعبی هم اگر میتونست بایستی اونجا باشه، همه ما یک پیکره واحدیم در این دیگران. این نکته خیلی خیلی مهمه. عرض کردم این امثال و هم شعاری هم که بود که دشمن خیال نکنه خیالش خامه، ما هزاران شریف دیگه هم داریم. بله ما بسیاران
بسیار عالی. و این نکته آنک نکته هایی که وجود داره، امیدوارم که رو به گسترش بره. و این نکته رو باز تأکید بکنم، ببینین فرق همین فضای نبود نبود تسلط حکومت دینی چقدر مهمه. که در کردستانی که هیچی نمیذارن، آقا یه کارگاه 50 نفری رو نمیذارن باشه، با وجود این میبینیم که اعتلای حرکات مدنی شوخی بردار نیست، به اینجا میرسه. یعنی این از جای آسمان نمیاد، بخواد به همین سادگی تسلط فین فضای سیاسیش دینی نیست حداقل. و میبینیم چجوری شکوفا میشه. امیدوارم که همه جا اینجوری بشه. امیدوارم هر حال آدم همه ما نسل ما با امید تعریف میشه و امید پیکره هستی زندگی امروز و فردای ما خواهد بود. به شما بهترین ها آرزو دارم. باشه که در فرصتی دیگه حتما در فرمان شما رو در کنار رفقای دیگه متشکرم. شبتون بخیر. شما خوش. با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون راه کارگر و با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته تلاش میکنم که موضوعات را از زاویه دیدی که در تحولاتی که در درون حاکمیت هست دنبال کنیم قضیه را. روز سه‌شنبه روز جلسه‌ای بود که قرار بود حسن روحانی در اون جلسه به 5 تا سوال نمایندگان رژیم پاسخ بده در اونجا و صحبت‌هایی رو مطرح کرد در اونجا که بعد از پایان اون سخنرانی به مسائلی که مطرح شد به غیر از یک سوال به 4 سوالش برخورد کردن به پاسخهای حسن روحانی را قانع کننده ندیدن به این سوالات را ارجاع دادن به بخش حقوقی مجلس. اینکه در چه پروسه‌ای مسئله دنبال خواهد شد، آیا بعد به قوه قضاییه ارجاع داده میشه به عنوان حکم که بیاد اینا رو بررسی کنه، یا موضوعات از شکل دیگه خارج میشه، بحث زیاد مهمی است. یعنی مهم این هستش که ما در این وضعیتی که کشور درش قرار داده در چند روز گذشته شاهد یک مصاحبه‌ای بودیم که رشید پور با ظریف کرد و یک سخنرانی یا پاسخی بود که روحانی از اوضاع داد، یعنی اوضاع جامعه و وضعیت رژیم. به جفت این سخنرانی‌ها که نگاه می‌کنیم نشون میده که رژیم و دولت به طور اخص، حالا بخش‌های دیگه حکومت را ما می‌تونیم جداگانه بحث کنیم، در مورد تحولاتی که در کشور میگذره یک نگاه خاصی دارن. اونا از زبان خودشون یه جوری صحبت میکنن که همه اونا نماینده مردم هستن، هرچی اونا میگن اکثریت مردم با اونا هستن و یک عده‌ای هستن که متوجه اوضاع نیستن. این مسئله را وقتی ما میذاریم در وضعیت اون نحوهی که وارد موضوع شده، خود سخنرانی روحانی دوری بود که انگار در یک شرایط عادی داره در صحبت میکنه، شرایط عادی که نرخ رشد اقتصادی را در دولت دو دوره خودش با دو دوره احمد نژاد مقایسه میکنه، نرخ بیکاری را با اون دوره مقایسه میکنه و حالا مقایسه میکنه وضعیت را، وضعیت قاچاق، اقتصاد، همه این مسائلی را که مطرح میکنه بر متن یک اوضاعی که به نظر میرسه از نظر خودش اوضاع بسیار آرام هست و هیچ چیز در کار نیست، همه چیز آرومه، همه چیز میزونه. به این شکل با موضوع برخورد میکنه و تصورش همین هستش که اگر سیاست به شکلی سیاستی رو پیش ببره که موضوعات را به شکلی مطرح کنه که باعث التهاب نشه، باعث تشنج نشه و باعث نارضایتی بخش هایی نشه و بیشتر بر سر بعدت صحبت کنه، موضوع حل و فصل میشه. خب محور صحبت‌های روحانی همین هستش که پیامش به کل ارکان نظام، به مجلس، به قوه قضاییه، به سپاه، به بیت این بود که اگر با هم باشیم میتونیم در مقابل مردم وایسیم، میتونیم در مقابل فشار خارجی وایسیم و اگر اختلاف پیدا کنیم میتونه ضربه بخوره تو این قضیه. یعنی اون نکته‌ای هستش که در تمام صحبتاش هست، به این لحاظ هست که محور صحبتاش این هستش. این به نظرم اون چیزی هستش که نشون میده که حاکمیت علی رغم اینکه ادعا میکنه که من صدای مردم را شنیدم،
صدای مردم رو نشنیده و مشکلات مردم رو درک نمیکنه. ما در وضعیتی وجود داریم که روحانی میاد حتی علت این مشکلات و ناامیدی را که در مردم است و خودش مطرح میکنه که این ناامیدی و رویکرد منفی مردم به حاکمیت باعث فضای روانی شده که از این فضای روانی دارن دشمنان مردم به آمریکا استفاده میکنه و این فضا را تشدید میکنه و این عامل اصلی را مشکل میدونه. به شکلی مشکل را مطرح میکنه که میگه از 5 دی که حرکت ها شروع شد، اون حرکت زمینه ساز بحران در جامعه شده. یعنی باز هم خود یک حادثه ای را که معلول ناکارآمدی یک حاکمیت 40 ساله است، اون اعتراضات توده‌ای 10 روزه مردم را عاملی میدونه برای وضعیت کنونی و مردم رو در این رابطه مقصر میدونه. میخواد توضیح بده که اگر گرانی هست شما خودتون مقصر هستید به خاطر اینکه شورش کردید، اگر فساد هست شما خودتون مقصر هستید. نمونه های مختلفیه، حتی بحث قاچاق، ارزش پوتر شدن ارزش ریال، همه این مسائل رو به شکلی مطرح میکنه. با تاریخ 5 دی شروع میکنه و این 5 دی رو مطرح میکنه که ترامپ از این سوء استفاده کرد، برجام خارج شد و تمام سیستم ها به هم ریخت. این به نظرم تحلیلی است که به شکل بسیار ساده انگارانه ای میخواد مشکلات جامعه ایران را تحلیل کنه، در حالی که تو همین چند روز اخیر که ما نگاه میکنیم حوادثی اتفاق افتاده که هر اگر یک دولت دولتی باشه که متکی به مردم باشه، دولتی باشه که پاسخگو به مردم باشه، دولتی باشه که برایش دغدغه مردم دغدغه خودش باشه، میتونه ارکان اون دولت رو به هم بریزه، سیستم رو به هم بریزه. ما میبینیم که یک مرتبه با این مسئله روبرو هستیم که با توافقاتی که شیلات کرده با شیلات چین، عملا دارن تمام آبزیان خلیج فارس و دریای عمان رو جارو میکنن میبرن. و ظریف در پاسخ میگه کار ما به اونا اجازه دادیم یا اجاره دادیم، به هر شکلی هر کدوم میشه ننکنه، و بعد مشخص میشه که اینا کاری کردن که زندگی صیادان بلوچستان، صیادان چابهار، صیادان بندرعباس و کل خلیج فارس داره نابود میشه و اینا میان توجیه میکنن قضیه رو به جای اینکه بیان به این مسئله بپردازن و توضیح بدن به مسئولینی که این کار رو انجام دادن به محاکمه بکشن و توضیح بدن که این شما امنیت ملی کشور به هم زدین تو این رابطه. همونطور که این حادثه در مورد دریای خزر صورت گرفت و عملا کاری کردن با اون مسئله گذر کردن از مشابودن دریای خزر، عملا زمینه تقسیم اونا فراهم کردن و تو زمینه تقسیم هم عملا سهم ایران را اونطور که در صحبت ها هست دارن میکشونن به 11% و 13% و به این. خب اینا حوادثی است که میتونه تکون دهنده باشه، یعنی چه مسئله دریای خزر، چه مسئله خلیج فارس که به چین یاد دادن، دریای خزری که به روس ها دارن میدن. و از اون ور ما تو همین چند روز شاهد بودیم که 4 نفر از فعالان محیط زیست، از فداکارترین فعالان محیط زیست در آتش سوزی های جنگل های کردستان جان خودشون از دست دادن، در حالی که اطفای حریق تو جنگل ها کار فعالان محیط زیست نبوده، کار هلال احمر به نهادهایی بوده که بایستی این کار انجام میدن. ولی دولت در این رابطه حتی زد و نقیض مطرح میکنه که سپاه یه جور موضع میگیره، فرمانداری یه جور موضع میگیره، استانداری یه جور موضع میگیره و مشخص نیست که این حادثه چگونه اتفاق افتاده. وقتی که این موضوع رو میذاریم، یعنی حوادثی که به این شکل، حالا اگر مسئله دریای خزر را مثلا مطرح کنیم یا مسئله جان باختن فعالان محیط زیست یا اون سید بیرویه و به قول معروف تهکن کردن خلیج فارس و دریای عمان رو میبینیم، از اون برمی بینیم که تو همین روزها شاهد مثلا کاهش ارزش پول هستیم که ارزش پول ایران الان دیگه عملا جز بی ارزش ترین پول های جهان داره میشه. طوری شده که مثلا حتی افغانی افغانستان یا دینار یا پول عراق در مقابل ایران انقدر قوی شده که اینا تقریبا سیل مسافرها دارن میان مطرح میشن. و اون چیزی که حادثه‌ای که اتفاق افتاده که در مشهد که اعلام کردن 60,000 خونه است در اونجا که جوانان مجرد عراقی میان اونجا و به اصطلاح همون نگاهی را به مشهد دارن که بعضی از ایرانی‌ها به تایلند داشتن. و این خب یک فاجعه ملی است برای یک کشوری که از نظر منابع طبیعی، از نظر سرمایه انسانی، از نظر سطح تحصیل کردگی و همه اینا جزء در خاورمیانه تک بوده. به نظرم وقتی که حاکمیتی کشور رو به این وضعیت دوچار میکنه و به این
نابسامانی میکشونه، رئیس جمهورش میاد که پاسخ بده موضوعات، هم موضوعات رو مثل گل و بلبل صحبت کنه، طوری که حتی خود یکی از نمایندگان مجلس میگه که شما رئیس جمهور سوئیس هستین یا رئیس جمهور ایران. یعنی اون صحبتی را که هفته پیش یا دو هفته پیش توی توییت بعضی از کاربران توییتر بود، خب اون رو از اون استفاده کرده و این مسئله رو مطرح کنه. به نظرم اینجا ما با یک حاکمیت روبرو هستیم که ارتباط خودش را با واقعیت‌های جامعه از دست داده، زیر فشار مسائل داخل که هست، فشار سنگینی که در داخل هست و فشار خارجی که روز به روز داره گسترده‌تر میشه، ناتوان از برخورد با مسائل جامعه است و این عدم برخورد باعث میشه که به شکلی ما با یک سردرگمی و یک عدم اطمینان روبرو باشیم. این عدم اطمینان به شکلی انعکاس پیدا میکنه در درگیری‌های درون حاکمیت، یعنی بخش‌هایی از حاکمیت، همون چیزی هم که حتی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس دیدیم، خب فراکسیون ولایی مجلس تلاش کرد از این طریق، همونطور که طرح استیضای وزیر کار پیش برده بودن، طرح وزیر استیضای وزیر اقتصاد پیش برده بودن، الان طرح استیضای وزیر صنعت و صنعت مطرح کردن و صحبت از این هستش که اگر این پاسخ هم قانع کننده نباشه طرح استیضای رئیس جمهور هم پیش برده میشه. نشون میده که در درون حاکمیت بخشهایی از حاکمیت به این نتیجه میره رسیدند یا دارن مطرح میکنن که بایستی از روحانی گذر کنند و قدرت رو یک بارچه به دست بگیرن و با این موج نارضایتی که در داخل هست به شیوه نظامی یا به شیوه مشت آهنین برخورد کنن، همون چیزی که به شکلی تو پلاکارد طلاب فیضی قم مطرح بود که همونطور که سر رفسنجانی رو زیر آب کردیم سر تو هم زیر آب میکنیم، اون چیزی بود که روحانی در نطق خودش از صحبت‌های خودش در مجلس هم بهش اشاره کرد، گفت برای من مهم نیست، ولی این فضایی که هست، فضای چون فکر میکنم بین مجلس و دولت بین جناح‌های رژیم اختلاف هست، ایده جرأت میکنن که وارد این فاز بشن و این فازا به شکلی مطرح میکنن که میتونن رئیس جمهور گذر کنن، یا حتی تو اونجا شعار داده بودن که اگر بنی صدر تونست فرار کنه تو نمیتونی فرار کنی. یعنی اینجا نشون میده که در درون حاکمیت بخشهایی از حاکمیت تلاش دارن میکنن که فضا را ببرن به سمتی که برای مقابله با مردم، برای مقابله با وضعیتی که الان وجود داره، یک شکل تهاجمی به خودشون بگیرن و نیروهای خودشون رو وارد کنن. اون جناح هار سپاه یا بخش‌های پایداری‌ها و اون بخش‌هایی که بیشتر رگه‌های یا هم ردیفه‌های سعید امامی‌ها هستن که تو بخش‌های مختلف حاکمیت هستن و آتش به اختیارانی هستن که از طرف بیت هم حمایت میشن، اینها یک گرایش رو دارن نمایندگی میکنن. یک گرایش های دیگه هستن در اینجا خود طرفدارای لاریجانی هستن که در خود رای گیری مجلس نقش مستقلیون وابسته به لاریجانی بالا بود، اونا در بسیار از این رای گیری ها به نفع روحانی رای ندادن و عملا باعث شدن که این سوالات به اصطلاح نمایندگان قانع نشن. یعنی هرچند تو بعضی از سوالا حتی نماینده های فراکسیون امیدن، وقتی که نزدیک 100 تا نماینده دارن به یک مسئله 70 تا رأی میدن، نشون میده 30 تا از نمایندهای فراکسیون امید هم به اون رأی ندادن. یعنی عملا اون وقتی که 4 تا سوال نماینده ها قانع نشدن در این 4 تا سوال، نشون میده که بخشی از فراکسیون امید هم بهش رأی دادن و تو اکثر اینا نماینده های لاریجانی رأی دادن. چرا؟ برای اینکه خود این مسئله رأی گیری در اینجا باعث میشه که در بازی های قدرتی که در آینده در بدبستان هایی که دارن لاریجانی مسئله مطرح کنه که اگر بخوای مسئله طرح سوال تو قوه قضاییه مطرح نشه و پیش نره به سمت استیزا، امتیازاتی را خواهند داشت. خب این امتیازات کجاست؟ این امتیازات در اونجایی است که در انتخاب وزیر کار میخوان مثلا تاثیر داشته باشن، کما اینکه صحبت شده بود که کاظم جلالی که مورد حمایت لاریجانی هست اون داره پیشنهاد میشه برای وزارت کار، یا تو وزیر اقتصاد مثلا کسی باشه که مورد توافق اونها باشه. یعنی همه این دعواهایی که در اینجا میبینیم، یعنی در درون خود حاکمیت برای صفندی های جدیدی که داره صورت میگیره به شکلی داره موضوع رو مطرح میکنن که بتونن وزن بالاتری داشته باشن. یعنی بخش هایی نه تنها تندروهای رژیم بلکه حتی نیروهایی که نزدیک به لاریجانی هستن یا به اصطلاح میانه روها هستن، اصولگرایان میانه رو هم اونها هم طرح دیگه دارن و در اینجا خود اصلاح طلبان هم به شکلی به یک فلج سیاسی روبرو شدن، برای اینکه متوجه شدن در تحولاتی که هست مردم به طور کامل از دست دادن، نارضایتی مردم خیلی گسترده است. اون چیزی هستش که در صحبت‌های
روحانی هم به شکلی مطرح بود، یعنی میگفت تمام مشکلاتی که ما داریم به خاطر اینکه در رویکرد مردم به نظام، به حاکمیت تغییر اساسی روبرو شده. خب این اعتراف بسیار بزرگی هست، یعنی اعتراف کلیدی اینجاست که روحانی پذیرفته که مردم نسبت به این حاکمیت، به کارکرد این حاکمیت، به توانایی این حاکمیت در حل بحران‌ها و به صلاحیتش برای اداره کشور دچار تردید اساسی شدن. این اون چیزی است که اصلاح طلبان هم درش موندن، یعنی اصلاح طلبان اکنون به این نتیجه رسیدن که عملا با خیابان، با مردم، با جامعه رابطهشون قطع شده، هرچند ادعا میکنن ما طرفدار مردم هستیم، ولی در اینجا چون نمیتونن بند ناف خودشون از حاکمیت جدا کنن و در مقابل این وضعیت راهکاری ارائه بدن، عملا شدن به یک به عنوان یک نیروی منفعل که نمیتونن راه به جایی ببرن. به نظرم اینجا اون وضعیتی هستش که رژیم باش هست. تو این وضعیتی که رژیم درش قرار گرفته، خب نیروهایی که در مقابله با رژیم دارن مبارزه میکنن، یک طرف مردم هستن که مردم به شکل‌های مختلف اعتراضات خودشون دارن بیان میکنن. ما تو همین هفته گذشته خود شاهد حرکت‌های بسیار شکومند 10 روز اعتصاب هپکو هستیم که خواهان عدم تقسیم شرکت، جلوگیری از تجزیه شرکت، بازگشت شرکت از دست خصوصی به دست بخش دولتی و نظارت به دخالت کارگران در اونجا هستیم. در مورد فولاد اهواز ما با همین مسئله روبرو هستیم و به شکل‌های مختلف این حرکت‌های اعتراضی را جای مختلف می‌بینیم. یعنی مردم از یک طرف خودشون دارن به شکل سازمان یافته اینجا اونجا وارد میشن، همبستگی‌های کارگری، اعلامیه‌هایی که در حمایت از هم میدن، اعلامیه‌ای که سندیکای شرکت واحد در حمایت از در بالا سوگ اون 4 تا فعال محیط زیست میده، همه اینا نشون دهنده یک نوع همبستگی ملی و مردمی است که در شکل می‌گیره. از اون ور نیروهایی هستن که به قول معروف میخوان ایران قبضه کنن، اون نیروهای سلطه‌جو و رژیم چنجیایی هستن که به ترامپ، به یک فاشیست تمام عیار امید بستن. یعنی تمام نیروهایی که مثل فرقه رجوی یا بخشی از حزب دموکرات یا بخشی از سلطنت طلبان که اینا امید دارن به ترامپ، به اون دخیل بستن و یا به دنبال در نشست‌های پمپئو شرکت میکنن برای مردم ایران، خب اینا نیرویی هستن که عملاً میخوان ایران رو تبدیل کنن به کلونی آمریکا، به دوباره برگردونن به همون گذشته، یعنی که ایران رو پس میخوان بگیرن، میخوان پس بگیرن بدن به آمریکا، به یک دولت دست نشانده دوباره شکل بدن. این رژیم چینجیا خب الان به شکل فعالی دارن کار میکنن، یک امپراتوری رسانه‌ای گسترده‌ای رو سازمان دادن، پولهای خیلی وسیعی از طریق عربستان داره خرج میشه یا از طریق آمریکا خرج میشه که شبکه‌های مختلف تبلیغاتی رو میندازن، خود توی شبکه‌های اجتماعی هم به شکل فعالی هستن. اینها قصدشون سوء استفاده از اون پتانسیل حرکت مردمه. یک مرتبه اینا طرفدار کارگر شدن در حالی که همشون طرفدار بازار آزاد هستن، هیچ کدومشون طرفدار تامین اجتماعی نیستن، هیچ کدوم طرفدار سیستمی نیستن که در اونجا کمک هزینه مسکن به مردم کم درآمد داده بشه، کمک هزینه حق کودک داده بشه، تامین اجتماعی گسترده‌ای که بتونه حقوق بیکاری کارگران رو تامین کنه یا بهداشت رایگان، آموزش رایگان رو تامین کنه. اینا چیزایی نیست که اونا طرفدارش باشن. اونا میخوان یک بازار و اقتصاد بازار آزاد به وجود بیارن، ولی برای رسیدن به اون که بتونن رژیم را عقب بنشونن، میخوان از قدرت مردم سوء استفاده کنن. حتی میبینیم که از فعالان دانشجوی چپ که اینها معلومه دانشجوی چپ هستن که علیه بیگارورزی مثلا مطلب نوشتن، علیه کالایی شدن آموزش مطلب نوشتن و به این دلیل به 7 سال 8 سال زندان محکوم شدن، میبینیم یه مرتبه برای اونا هشتگ میزنن که روشنه که اونا نیروهای اونا نیستن و اونا به شکل خیلی عوام فریبانه میخوان از پتانسیل های انرژی مردم در جامعه، یعنی انرژی دانشجویان کشور، کارگران کشور، زنان کشور، ملیت های تحت ستم کشور، فعالان محیط زیست کشور، از اینا سوء استفاده میکنن با اون امپراتوری رسانه ایشون و سعی میکنن خودشون رو مطرح کنن. اونم آدم هایی که بعضی هاشون وقتی کسی به ترامپ، به ترامپیستا آویزون میشه، یعنی به هاردترین جناح امپریالیسم آمریکا آویزون شده، یا به نتانیاهو آویزون میشه، یعنی به کسی که یک رژیم نجات پرست تقریبا مذهبی ایجاد کرده. قانونی که در اونجا گذاروندن دولت یهودی اسرائیل درست کرده، همونطور که جمهوری اسلامی ایران داعشی های ایران دارن، خب اسرائیل هم شده دولت یهودی اسرائیل، خب این هم جریان داعشی هست. یا عربستان که خودش مرکز ارتجاع اسلامی بنیادگرا هستش
علی‌رغم اینکه خیلی ها لب و لوچشون آب افتاده بود که اینا دارن نمیدونم تحولات بزرگی در افغانستان صورت میگیره و سینما آزاد شده و زنان میتونن رانندگی کنن، همین الان شاهد گردن زدن یک فعال زن بودیم تو هفته گذشته، به 5 نفر هم در حکم اعدام هستن. یعنی این چنین وقتی کسانی به اینا آویزون میشن برای آینده ایران، آدم باید نگران باشه. یعنی ما از یک طرف درگیر یک حاکمیت سیاه داعشی هستیم در درون کشور، به یک طرف رژیم چینجی هایی هستن که به هارترین گرایشات ارتجایی از ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان به اینا آویزون میشن. به نظرم این دو تا نیرویی هستن که همدیگر رو تقویت میکنن و جفتشون علیه مردم ایران هستن و مردم ایران باید اون چیزی رو که ما میگیم و باعث رو اینه که هرچه بیشتر نیروهای مردمی سازمان یافته بشن، متحد بشن و هم این سازمان یافتگی رو در کنار هم به هم بپیوندونن، اون موقع است که ما میتونیم شاهد یک حرکت سراسری بشیم که کارگرهای مثلا هفت تپه، هپکو، آذراب، شرکت واحد با کامیونداران و کامیونرانان به مجموعه مسائل بخش خدماتی جامعه چه معلمان، پرستاران و کل اون سیستم حمل و نقل کشور و جوانان و ملیت‌ها به بخش زنان متحد بشن برای اینکه بتونن تحولی بنیادی در جامعه ایجاد کنن و قدرتی رو که میخوان تغییر بدن قدرتی باشه که از آن خود مردم باشه. عزیزان بیننده، به پایان برنامه امروز چهارشنبه می‌رسیم. برنامه بعدی ما رو روز جمعه خواهید دید. تا روز جمعه اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو داریم. شاد و پیروز باشید.